تاجیکان ایرانیان شرقی نام کتابی است که از سوی اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان نشر شده. نویسنده این کتاب ریچارد فولت تاجیکان در بستر تاریخ و رویدادهایی که باعث شده است آنان در سرزمین پناهوری به نام ایران بزرگ زندگی کنند. مخاطب این کتاب هرچند غربیانند، اما موضوع کتاب برای فارسی زبانان و تاجیکان منطقه میتواند جذابیت های خاص خود داشته باشه، ولی برای باشندگان افغانستان که امروز بحث های قومیت در آن به شدت فربه شده حائز اهمیت ویژه است. در مراسم رونمایی برگردان از این کتاب که به گونه مجازی انجام می شود، ما نویسنده و مترجم این اثر را با خود داریم. شنوندگان و بینندگان عزیز، سلام به شما. من سعید حقیقی هستم و ضمن خوش آمدگویی به میمانان برنامه میخواهم متذکر شوم که شما این برنامه را به صورت زنده میتوانید از طریق وبسایت و فضای مجازی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان که قبلا نشانی آن اعلام شده و برای کسانی که در هرات هستند از موج 101.1 رادیو نوروز و برای کسانی که در خارج از هرات و یا کشورهای دیگر حضور دارند از طریق سایت رادیو نوروز بشنوند و یا ببینند. بیاید گفتگو را با شما آقای فولتز آغاز کنیم. میخوام بدانم که دلیل دلچسپی شما به موضوع تاجیکان چی بود و چی باعث شد که شما این موضوع را برای کتاب خود انتخاب بکنید؟ سلام علیکم. متشکرم از این که دعوتم کردین برای این برنامه و به خصوص میخواستم از زحمتی که آقای لالزاد کشید که این متن به چشمای خواننده های فارسی زبان رسونده سپاسگزارم. من بیش از 30 سال است که علاقه به زبان فارسی و تمدن ایرانی در تاریخ دنیا دارم و از اول آرزو داشتم با هر بخشی از این دنیا آشنا بشم. در واقع اولین فرصتی بود زمان دانشجویی که من تونستم چند ماه در ازبکستان زندگی کنم، به خصوص در شهر سمرقند که شهر فارسی زبانی است، و این اولین آشنایی برای من بود با جامعه فارسی زبانان و بعد از چند سال تونستم ادامه بدم و بالاخره تونستم برم ایران و بعد از این چند بار سفر کردم به ایران، ولی به تاجیکستان یا افغانستان نتونستم برم به دلیل مختلفی. بالاخره برای اولین بار در سال 2012 تونستم برم تاجیکستان و تا حالا متاسفانه فرصت نداشتم بیام افغانستان. برنامه داشتیم چند سال پیش. امیدوارم که برنامه زمینی و فراهم بشه. بله، به امید خدا این فرصت در پیش خواهد اومد. البته افغانستان از اون طرف رودخونه دیدم. من کل 5 رود سفر کردم از مرز ازبکستان تا مرز چین و از نزدیک افغانستان رو دیدم و حتی سلام علیک کردم با افغانی ها اون طرف رودخونه. پس میتونم بگم که افغانستان رو دیدم، ولی پا نزدم روی سرزمین افغانستان. اما در کتاب خود شما یکی از انتقادهایی که وجود داره، یعنی من یکی از انتقادهایی که خواندم نسبت به کتاب شما این بود که چرا به افغانستان بیشتر پرداخته نشده در این کتاب و این زمینه مساعد بوده در این حداقل سالهای اخیر و نویسنده نخواسته یا نتونسته این کار بکنه. بله، برای من اعتراف میکنم که نکته ضعیف این کتاب شاید این است که خودم چون آشنای خوبی با افغانستان ندارم،
فکر نکنم که تونستم چیزی بنویسم به سطحی که نوشتم راجع به تاجیکستان و ایران و حتی ازبکستان که تجربه شخصی دارم و داشتم میگفتم که برنامه داشتم بیام افغانستان قبل از نوشتن این کتاب. وقتی تصمیم گرفتم که کتابو بنویسم به خودم گفتم که حتما باید برم افغانستان و یک مدتی بمونم اونجا، مگر نه کتاب چیز درست در نمیاد. ولی دست من نبود، من سعی کردم بیام، اجازه ندادن و بالاخره باید قبول کنم که کتاب همین هست که هست و امیدوارم که خواننده برای خواننده ها مفید باشه. ولی در واقع قصد این کتاب خواننده فارسی زبان نبود. من ببخشید، من میخواستم تمدن تاجیکان رو نشون بدم و معرفی کنم به خواننده های غربی. بله آقای فوز، به این مسئله برمیگردم. میخوایم یک سوال در همینجا بر با آقای لالزاد مطرح بکنم و اوی است که من در جریان این که شما چگونه با این کتاب آشنا شدید و علاقه شما از کجا هست، این روز از مصاحبه که با رادیو نوروز داشتیم خبر شدم، ولی میخوایم بدانم که واقعا چی دلیلی برای شما بود به عنوان مترجم، چون هر مترجمی هم باز فضا و حال خود داره و وقتی انتخاب میکنه این انتخاب از یک آگاهی برمیخیزه و مقصدی داره و پیام میخواهی برسانه. شما چگونه و چرا این کتاب انتخاب کردین؟ در قدم اول من سلام و احترامات خود خدمت شما تقدیم میکنم، خدمت جناب افوز و سایر بینندگان و شنوندگان این برنامه. و قبل از اون میخوام که سپاسگزاری بکنم از اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان و به ویژه دکتر مرادیان و همکاران عزیز از او که در چاپ و نشر این کتاب زحمات فراوانی متقبل شدند. و البته جای جناب فولز دیگه در اینجا کاملا در بالا وجود داره که این افتخار به تاجیکان و به فارسی زبانان بخشیدن که برای بار نخست کتابی را زیر عنوان تاجیکان در دنیای غرب عرضه کنند. و ارزش این کتاب قبل از همه ای است که این نخستین کتاب مستقل درباره تاجیکان در دنیای غرب است. با کمال تاسف تا من در حدود بیش از 20 سالی که در لندن زندگی دارم تا کنون هیچ مقاله و کتاب مستقلی درباره تاجیکان در دنیای غرب نشر نشده و وجود نداره. و خوشبختانه سال گذشته همچنان که جناب فوز اظهار کردن در مایمه سال گذشته این کتاب در به همکاری کانون تاجیکان و پارسی زبانان افغانستان مقیم لندن رونمایی کردن و شوق علاقه مرا به اصلاح چند ساختن. چون من به حیث یکی از علاقمندان مسائل تاریخی و سیاسی کشور که خودم حدود 10 سال قبل کتابی نوشتم زیر عنوان تاجیکان در منابع تاریخی که در سال 2011 در کابل نشر شد، البته یک پژوهش دانشگاهی یا کتابخانه‌ای است بود. و در سال 2018 کتاب دیگری به همکاری دوستان زیادی زیر عنوان تولد دوباره هویت و اقتدار تاجیکستان نشر کردیم که چاپ اول از او در لندن صورت گرفت و چاپ دوم از او در کابل. ولی جای چنین یک اثری در دنیای غرب خالی بود، چون مرکز توجه من فارسی زبانان و بخصوص تاجیکان کشور و همسایگان بود. اما این جایگاه و این نقش را جناب فوز ایفا کردن و آن را پر نبودن. و مجردی که من شنیدم چنین اثری توسط جناب فوز به اصطلاح در بازار آمده یا در بازار وجود داره، در همان محفل با جناب فوز آشنا شدم و برایشان وعده سپردم که اگر چنین اجازه‌ای به من بدهد در کوتاه‌ترین فرصتی ممکن این کتاب را ترجمه میکنم. خوشبختانه این اجازه دادن و در مدت کمتر از 3 ماه کتاب آماده چاپ و نشر ساختیم. بله، من طوری که برداشت کردم یک خلای آقای فولز در
مطالعاتی که در غرب نسبت به تاجیک ها و کم توجهی که شده اونا رو وادار کرده که چنین اثری خلق بکنن، و شما هم با توجه به وضعیت افغانستان و خلایی که در این رابطه حتی در میان خود فارسی زبانهان و تاجیکان وجود داره این کتاب انتخاب کردیم برای ترجمه. ما در یک وضعیت بسیار خاصی و به نظر من مقطع اساس این کتاب به بازار عرضه می کنیم که بحث قومیت در افغانستان بسیار بسیار دامن زده میشه و حتی بحث های در این رابطه مطرح شده که برخی از اقوام اینجا بیگانه اند، از سرزمین های دیگه آمدند و حتی با این شیوه تند هم صحبت های مطرح شد که اگر نمیخواهند هژمونی یک قوم بپذیرند باید آهسته آهسته این کشور را ترک بکنند و برند به سرزمین های خود. من میخواستم از آقای فولز بپرسم که جغرافیایی که تاجیک ها را اتباع میکنه و در اینها و اینها زندگی میکردند از گذشته تا به امروز، وقتی در مطالعات از اینها چی را نشان میده؟ مطمئن نیستم که سوال شما خوب فهمیده باشم، ولی سوال خوده دوباره جغرافیایی که تاجیکان زندگی میکنن از نظر شما در طول تاریخ کدام جغرافیا بوده، چی مناطق را اعتبار میکرده و سرزمین های اصلی تاجیکان کدام ها هست؟ در کتاب نوشتم که تاجیکان کی هستند. تاجیکان ایرانیان شرق هستند. ایرانی یعنی چی؟ ایرانی یک کلمه است که مربوط به یک قوم نیست. ایرانی بیشتر مربوط به زبان است. در زبان شناسی یک خانواده بزرگی داریم ایرانی که هم فارسی شاملش باشه، هم کردی، هم بلوچی، هم پشتو، این همه جزء زبانهای ایرانی هستند. پس کسی که یکی از این زبان حرف میزنه ایرانی است از یک نظر، از نظر ابتدایی. بعد تاجیک یک کلمه است که از حداقل هزار، بیش از هزار سال پیش این معنی داشت که فارس زبان، مسلمان فارس زبان، به خصوص مسلمان فارس زبان تاجیک است. یعنی کسی که اهل شیراز بود ممکن بود بهش گفته باشه تاجیک است، کسی از سمرقند بهش میگه تاجیک است، کسی از کابل بهش میگفتن که تاجیک است. ولی این کلمه همیشه همراه با کلمه ترک پیدا میشه، تاجیک یا ترک، دو تا هویت مختلف در آسیای غربی و مرکزی که یک کمی تفکر مصنوعی است. یعنی هیچ کس تنها یک هویت ندارد، هویت چیزی پیچیده است. پس ما میبینیم که در طول این هزار سال تاجیک و ترک خیلی قاطی بودند، خیلی خیلی قاطی بودند ولی تاجیک مربوط باشه به طرف فارس زبان و تمدن ایرانی، ولی این ممکن بود یک طرف از هویت یک شخص باشه که طرف ترک هم داشته باشه. جغرافی که شما گفتید، سرزمین تاجیکان سرزمین است که زبان فارسی پخش شده، تا چین میره از یک طرف، تا هند، تا ترکیه میره. این سرزمین تاجیک از نظر زبان شناسی. بله، یعنی وقتی شما مطرح میکنین که
تاجیک ها از درون یک هویتی به نام ایران ایرانی برآمده. دقیق است؟ بله. چرا؟ از نظر زبان شناسی، از نظر زبان شناسی، از نظر قومی یا طایفه‌ای فرق میکنه. مردم بله. دوست دارن قاطی کنند زبان بله. و هویت چیز بیولوژیکی، ولی این اشتباهه. تاجیک در برابر ترک مطرح میکنین یا یافته های شما نشان میده، این زمینه این چی هست؟ از کجا میایه؟ چرا ترک در مقابل تاجیک؟ بیشتر از ادبیات فکر کنم، از ادبیات ادیبان از زمان محمود قشقاری که خودش ترک بود، ولی این تقسیم کرد بین هویت ترک و هویت تاجیک. خب چون قبل از این تاجیک فقط معنی داشت مسلمان، و قبل از این یک طایفه عرب بود، ولی از زمانی که از قرن دهم یازدهم که اکثریت جمعیت آسیای مرکزی مسلمان فارس زبان شده بودند، کلمه تاجیک این معنی گرفته که یک کسی که فارسی زبان فارسی حرف میزنه و مسلمان است. بله. آقای لالزاد، معنای تاجیک حتی در میان تاجیکان هم تا جایی که من خبر دارم روی از اون مناقشه وجود داره. یعنی وقتی تعریفی میخواین از شما از تاجیک داشته باشیم، حتی خود تاجیک ها هم و فارسی زبان ها هم دوچار یک نوع ابهام هستن. من در فرهنگ واژه خواندم که تاجیک به کسی گفته میشه که فارسی زبان باشه یا چیزهای از این قبیل. به نظر شما هویت تاجیک یعنی چی؟ با سپاس از شما، من فکر میکنم که جناب فولز بسیار با زیبایی موضوع ترک و تاجیک مطرح کردن، اما یک چنان که شما هم فرمودین، ترک و تاجیک در مقابل همدیگر مطرح نشدن، در کنار همدیگر مطرح شدن، مثل دو برادر مطرح شدن، یعنی باشندگان سرزمین هایی که در بین رود سیند، رود دجله و فرات و رود سیحون و جیحون و در شمال تا بحیره کسپیان و دریاچه ارال زندگی می کردن، در این محدوده ترکانی که در حاکمیت بودن و تاجیکانی که با اینا یک جای زندگی می کردن مطرح شدگی است. یعنی اگر ما تمام تاریخ ادبیات یک هزار سال گذشته فارسی را زیر رو کنیم، در اکثریت جاها ترک و تاجیک در کنار همدیگر آمدند و اینا در تقابل نبودند، در تضاد نبودند، با وجودی که مثلا شاهان از نگاه قومیت یا تبار اگر ترک بودند، ولی زبان و فرهنگشان پارسی بوده است. چی مثلا در مغولان هند بودن و یا سلجوقیان در ترکیه بودن و یا سفاریان در سیستان بودن و یا سامانیان در سمرقند و بخارا بودن و یا بعدن که مثلا صفویان آمدن یا ابدالیان آمدن، همه این خاندان ها با زبان و فرهنگ فارسی حکومت کردن و با زبان و فرهنگ فارسی اینا تمدن آفریدن و این زبان گسترش دادن و این زبان انکشاف دادن و این زبان به ترکیه بردن و به هند بردن. این روزگاری از استانبول تا به کلکته این زبان رسمی دربارها بوده، زبان ادبیات بوده، زبان تجارت بوده، زبان سیاست بوده و این زبان قومی مشخصی نیست. اما در رابطه با تاجیک ها، یعنی تاجیک ها اگر یک مشخصه عمده داشته بوده باشن، او زبان فارسی است. این صرف نظر از اینکه امروز ما موضوعات نژاد و موضوعات قوم و مسائل مختلفی مطرح میشن که متاسفانه که خوشبختانه از نگاه ژنتیکی کاملا غیر علمی ثابت شدن، یعنی ما نژاد سفید سرخ و ازبک و تاجیک نداریم. ما اگر قومیت داریم، قومیت یگانه معیارش میتواند زبان مختلف و فرهنگ مختلف و مذهب مختلف بوده باشد. این زبان یک قومیت از دیدگاه من یک مقوله زبانی فرهنگی است، نه چیزی بیشتر از آن. خونی همه ما مشترک است، استخوان همه ما یک رنگ دارد و هیچ گونه ما مفهومی به نام خونی ازبکی، خونی تاجیکی یا خونی آریایی و خونی ترکی نداریم، خونی هندو و خونی یهود و مسلمان نداریم. بنابران زبان و فرهنگ اگر یکی بوده باشد، ما دیگر تفاوتی نداریم.
باقی مانده موضوع تعصبات است، موضوع سوء استفاده از نام ها است و از هویت ها است. یعنی رو اجازه من اگر چند تا مثال بیارم که تایید کنم حرف آقای لالزاد رو. در یک کتاب که قبلا نوشتم ایران در تاریخ جهان که این هم به زبان فارسی ترجمه شده، یک بخشی دارم به عنوان ترک ها پرچم باران تمدن ایرانی که در این طول این هزار سال ترک ها که در قدرت بودند سرزمین آسیای مرکزی و غربی پشتبانی می کردند به تمدن ایرانی، یعنی زبان فارسی و مراسم های ایرانی، ادبیات و موسیقی و غذا و لباس و این همه چیزها. چرا؟ چون که در آسیا، در دنیا به طور کلی، تمدن ایرانی شناخته بود به عنوان تمدن، همونطور که در غرب تمدن رومی یا یونانی شناخته بود به عنوان بنیاد تمدن. یعنی کسی که میخواستشون بده که متمدن هست فارسی صحبت میکرد و مراسم و آیین ایرانی اجرا میکرد. و حتی مثلا محمود غزنوی که به عنوان ترک شناخته شده، مادرش ایرانی بود و ایشون دو زبانی بود، کاملا با زبان فارسی راحت بود و پشتبانی کرد به پیشرفت و پخش زبان فارسی در هند مثلا، که در طول 800 سال زبان فارسی زبان رسمی هندوستان بود که همه دولت ترک از زبان زبان فارسی استفاده می‌کردن برای مدیریت، برای کار اداری. و جهانگیر پادشاه در قرن 17 خاطرات نوشته به زبان فارسی و در این خاطرات میگه که با وجود این که دارم این کتاب به زبان فارسی می‌نویسم، فکر نکنین که از زبان ترک کاملا غافل باشم. یعنی بعد از 200 سال در هندوستان برای این خاندان هنوز احساس کردن باید یادآوری کنند که ترک هستند. اینقدر فرهنگ ایرانی قوی بود در هند در اون زمان. خب آقای فولتز، ما از یک گستره و یک تاریخ بسیار باشکوه یاد کردین. امروز در گفتگوی ویژه‌ای که رادیو نوروز با جناب دکتر لالزاد داشت این سوال مطرح شد. این سوال حالا من میخوام از شما بپرسم. ما وقتی تاجیک میگیم، حالا ما یک کشوری به نام تاجیکستان در کنار خود داریم و عمدتاً در چند دهه اخیر تلاش شده که هویت تاجیک عمدت به این کشور منسوب بشه. فکر میکنید چقدر این خلط کردن این گونه مباحث میتونه به کل این فضا، این فضا رو مخشوش بسازه؟ ما نتونیم به یک تاریخ مشترکی که داریم به درستی دست پیدا بکنیم. بله، برای من بسیار حیف است که دنیای ایرانی تقسیم شده اینجوری که شده. شما در افغانستان تاجیکان از تاجیکستان و افغانستان و ازبکستان با ساکنان جمهوری اسلامی ایران یک تمدن دارین، یک تمدن مشترک، یک زبان مشترکی. و این تقسیم که پیش اومده از بگیم 200 سال پیش
به نفع مردم تاجیک نیست و احساس می کنم که این تقسیم کار بیشتر کار کشورهای کلونیالیست بودند، انگلیس و روسیه و به خصوص انگلستان که افغانستان جدا کرد از ایران در قرن 18، شوروی که در طول 70 سال به تاجیکان ازبکستان و تاجیکستان درس دادن که شما یک ملیت هستین جدا از ایرانی ها، که واقعیت تاریخی ندارد و به نفع تاجیکان و ایرانیان نیست. و یکی از قصد این کتاب این بود که نشون بدم که افغانی ها و تاجیکان و ازبکان و ایرانیان از هم جدا نیستند. اگه جدا شدند به خاطر دلایل سیاسی است و نه به دلایل واقعی، و اگر بیشتر بشناسند همدیگه را قوی تر میشند. و از اول گفتم که برای خواننده غربی نوشتم این کتاب، ولی این هم برای من مهم است که غربی ها اشتباه نکنند، که فکر کنند که این چند تا قبیله کوچیک مختلفی هستند. نه، یک تمدن بزرگ و وسیع هست که نقش بسیار بزرگی داشت توی تاریخ که ما باید قدرش رو بشناسیم. بله. به جنبه سیاسی مسئله اشاره کردیم. من فکر میکنم که این جنبه برای مردم ما هم بسیار اهمیت داره و این کتاب تنها، حالا من فکر میکنم که مخاطبی او تنها غربیان نیستن، در کشورهای این حوزه تمدنی نیز به چنین کتاب بسیار زیاد احتیاج وجود داشته، نیاز وجود داشته. من سوالم میخواستم از آقای لالزاد بپرسم که این بحث سیاسی که آقای فولز حالا باز کردند، به نظر شما امروز چقدر در این افتراقی که ممکنه ایجاد بشه، در این مرزبندی هایی که حتی در درون کشور ممکنه ایجاد بشه و باعث رویارویی بشه، چقدر نقش داره؟ متاسفانه همون دوری که جناب فوز اظهار کردن، اگر ما امروز قابل توضیح که اگر تمدن ایران و فرهنگ ایران میگوییم، منظورمان ایرانی سیاسی امروزی نیست. این باید واضح بوده باشه. یعنی اون تمدن و تمدن ایرانی و فرهنگ فارسی که ما با او افتخار میکنیم، در او تمام اقوام این حوزه تمدنی سهیم هستند. یعنی از ایرانی امروزی تا به پاکستان امروزی تا به هند امروزی و تا تمام کشورهای آسیای میانه در این فرهنگ و زبان و تمدن سهیم هستند، اشتراک دارن و مساویانه در این سهم گرفتگیستن. با او خاطر اشتباه نشود که اگر ما امروز زبان و فرهنگ ایرانی میگیم، چنین تصور شود که گویا ما خود را جزی از کشوری امروز ایران یا کشوری سیاسی، واحدی سیاسی ایران میدانیم. متاسفانه در اون حوزه بزرگ جغرافیایی و سیاسی فرهنگی که جناب فولز او را تشریح کردن، امروز ده ها کشور به وجود آمدند که بنیاد اکثریت کشورها متاسفانه بر نامهای قومی استوار است. افغانستان یعنی کشور افغانها، یعنی کشور پشتونها. تاجیکستان یعنی کشور تاجیکات. ازبکستان یعنی کشور ازبکا. یا ترکمنستان کشور ترکمنها. در حالی که واقعیت امر چنین نیست. این یک حوزه مشترکی است که تاجیکها و سایر اقوام در تمام این کشورها وجود دارند. مثلا بلوچ ها امروز در بین کشورهای افغانستان، ایران و پاکستان سه تقسیم شدند. پشتون های افغان ها در بین افغانستان و در بین پاکستان وجود دارند. تاجیک ها به همین ترتیب از چین تا به آسیای میانه تا به پاکستان و تا به افغانستان و ایران
تقسیم شدند. اوزبک ها به همی ترتیب، ترکمن ها به همی ترتیب، کرد ها به همی ترتیب. متاسفانه هم همان طوری که جناب فوز اظهار کردن، ما اون زخمی را یا استعماری که هند به ویژه بریتانیا و روس ها در سده 18 با پیشروی از جنوب توسط انگلیس ها و با پیشروی از شمال توسط روس ها در آسیای میانه به وجود آمد، ما امروز او زخمی که اینا ایجاد کردن و این منطقه را توته و تقسیم کردن که هنوز از او خون می چکد. فکر کنین در افغانستان امروز چی جریان دارد و حاکمان این حوزه یا این کشور تا زمان عبدالرحمن خان زبانشان فارسی بود، زبان دربار فارسی بود، زبان ادبیات و تجارت و سیاست همه چیز فارسی بود، ولی در زمان امیر حبیب الله و با مقاله‌ای که محمودی طرزی در سراج الاخبار نوشته کرد که زبان افغانی اجداد زبان ها و قوم افغان اجداد اقوام افغانی است، اقوام آریایی است، این تخم نفاق کاشت. و متاسفانه شاهان بعد از او به ویژه در دوره نادرشاه و ظاهرشاه با ایجاد انجمن پشتو تولنه و بعد از آن انجمن تاریخ توسط کوزات، توسط حبیبی و غبار و اینا توانستن که یک مقدار زیادی تاریخ سازی، جل سازی، اسطوره سازی، افغان سازی و پشتو سازی بکنن. نام های محلات را تغییر دادن، سیمبول ها را تغییر دادن، بت خزانه ها جور کردن و بالاخره در سال 1964 زبان فارسی را که تا او وقت به نام زبان فارسی در تمام این کشور یاد می شد، حتی زبان نام ازیر را تغییر دادن، دری ساختن، همان گونه که در تاجیکستان روس ها نام ازیر را تاجیکی ساختن. دری به معنای از اینکه شما جدا از ایران و از تاجیکستان و از اون افتخاراتی گذشته هستین، همان گونه که تاجیکان امروزی نمیتوانند از افتخاراتی گذشته پدران و نیاکان خود به زبان ادبیات فارسی بهره مند شوند. و با کمال تاسف اگر جلوی چنین به اصطلاح قومگرایی ها و تعصب گرایی ها گرفته نشود، به عوض از اینکه گام های ما در جهت وحدت و یک پارچگی این کشور برداریم، ما تشویش دارم که این کشور باز هم پارچه پارچه خواهد شد و این تشویش وجود داره و نسل جوان ما و بخصوص روشن فکران ما و دانشمندان ما باید متوجه این نکته و باریکی این سیاست بوده باشند. یادمون باشه که تئوری نیشن استیت فقط از قرن 18 اجرا شده در فرانسه. قبل از این، قبل از ژان ژاک روسو مثلا، هیچ وقت در تاریخ مردم اینجوری فکر نکردن که یک ملت باید یک دولت داشته باشه. اینجوری نبود. اگه نگاه کنیم مثلا به امپراتور عثمانی، ملت مختلفی داشتن ولی همه عثمانی بودند. و وقتی یک آرمنی یا یک یونانی رفت به اروپا، به چشم اروپایا عثمانی بود و حتی بعضی وقت بهش میگفتن ترک، چون که تفاوتی نمیدونستن بین ترک و آرمنی و عرب و یونانی، چون هویت اینجوری توصیف نمی شد. این جدیده، این تئوری دولت ملت، و به ضرر مردم بود. اگه نگاه کنیم به جنگ های در این 200 سال پیش، بیشتر از جنگ به خاطر این ایده بودند و به ضرر انسان است به نظرم. من ساعت استودیو رو نگاه میکنم، ساعت به وقت افغانستان هست 6:04. میخوایم به اطلاع شنونده های عزیز رادیو نوروز برسانم که برنامه با آینه که باید ساعت 6 شروع میشد، به دلیل نشر و برنامه رونمایی از کتاب تاجیکان تا نیم ساعت به تاخیر افتاده. شما میتونین این برنامه ساعت 6:30 شنونده باشین. ما بحث خود در رابطه با کتاب تاجیکان با آقای فولتز و لالزاد مترجم کتاب همچنان ادامه میدیم. آقای فولتز، شما
از تاجیک پشتونهای تاجیک هم در کتاب خود یاد کردین. بیشتر بحث این بوده که خب حالا این دو تا قوم ممکنه این خیلی پردکسال به نظر برسه که چطور پشتون تاجیک شده یا تاجیک یا پشتونهای تاجیک. استدلال شما برای چنین چیزی در کتاب اگر من درست فهمیده باشم چی است؟ باز برمیگردم به حرف قبلی که هویت پیچیده است. هویت لایه دارد. حتی میتونم بگم که وقتی که خودم زبان فارسی حرف میزنم یا غذای ایرانی میخورم یا به موسیقی ایرانی گوش میکنم، از یک نظر ایرانی شدم. یعنی وقتی در فرانسه هستی، در پاریس، اگه به زبان فرانسوی حرف میزنی و میری اوپرا، فرانسوی شدی. ولی برمیگردی خونه و هویتی دیگه داری. یعنی هر کسی لایه هویت یک چیز نیست، ساده نیست. پس چون در طول تاریخ در آسیای مرکزی و جنوبی و غربی معنی تمدن بیشتر مربوط به زبان فارسی و آیین ایرانی بود، حتی برای اونا که از ریشه دیگه بودند، کسی که میخواست مطمئن بشه این لایه برای خودش گرفته، ولی منظورش نیست که هویت قبلی از دست داده، یک چیزی اضافه کرده. یک ازبک که میاد زندگی کنه در شهر و زبان فارسی یاد میگیره و تجارت میکنه، هم ازبک است هم تاجیک. و در ازبکستان در شهرها تقریبا همه این دوتا هویت دارند. و یک دوست عزیزی دارم در تاشکند، افتندی ارکینوف، که یک ادیب بزرگی است، که خودش در کتابی که تازه نوشته میگه که مادرم تاجیک است، پدرم ازبک، من کی هستم؟ من هر دو هستم، چرا باید انتخاب کنم؟ هر دو هویت غنی هستند. خب بین پشتون های و تاجیکان افغانستان هر دو ایرانی هستند، هر دو ملت ایرانی هستند، زبان پشتو زبان ایرانی است، یعنی نزدیکن به تاجیکان. البته تفاوت فرهنگی هم دارند، ولی یک پشتون که زبان فارسی هم حرف میزنه و آیین ایرانی بلده، به نظر من یک چیزی اضافه کرده به هویت خودش، خائن نیست به هویت اصلی. استدلال جالب و صحبت جالب. میخواستم از شما بپرسم. بله، بسیار زیبا جناب فرزی را مطرح کردن که هر آن چیزی که خوب بوده باشه، موردی پسند بوده باشه، هر کس میخواد که در او سهمی داشته بوده باشه. بله. اگر شما به یک تمدن عالی تر، به یک زبان عالی تر، به یک فرهنگ عالی تر آیا خوش ندارین که نسبت داشته بوده باشین؟ اما مشکلات از کجا به وجود میاد؟ مشکلات زمانی به وجود میاد که چیزی را میخوان بالای شما تحمیل بکنن. حتی اگر یک چیز خوبه بخوان بالای شما تحمیل بکنن، شما واکنش نشان میدین. اگر حتی اگر بخوان برای شما یک مقدار پول، یک سند و حتی یک چیز بسیار زیباره برای شما جبران و تحمیلن تحویل بکنن، شما قبول میکنین؟ کاملا نه. شما عکس العمل نشان میدین. این تقابل فرهنگ ها، زبان ها و هویت ها، زبانی به وجود میاد که بالای ما تحمیل میشه. اگر مذهبی بالای شما هست که یک چیزی در افغانستان وجود داره که میخوای سلطه داشته باشه، برداشت من هست از صحبت شما. کاملا. ببینین، شاهان قبلی افغان، شاهان قبلی مغول، ترک و غیره، آیا فارسی زبان یا تاجیکا با اونا تقابلی داشتن؟ و اونا چرا زبان فارسی را پذیرفتن؟ مگر کسی بالای اونا تحمیل کرده بود؟ نه.
ولی ما در یک فضای صرف نظری که از نگاه طبقاتی مشکلاتی وجود داشت ما دیگر ستمی ملی نداشتیم ستمی زبانی نداشتیم ستمی مذهبی نداشتیم ولی در 100 سال گذشته زمانی که شاهان افغان خواستند قومیت خود را بالای دیگر را تحمیل بکنند زبان افغانی را بالای دیگر را تحمیل بکنند عکس العمل به وجود آمده ما امروز با افتخار میتونم بگم که من روزی با صحبت کردن به زبان پشتو افتخار میکردم و دوست و تمام هموطنان ما شما افتخار میکنن که به عوض زبان پشتو زبان ازبکی و بلوچی و ده زبان دیگر را یاد بگیرن ولی زمانی که یک زبان بالای شما تحمیل میشه مثلا اینا کورس پشتو ایجاد کردن مامورین دولت جبران درو فرستادن و اگر کسی او کورس تعقیب نمیکرد معاش از او را نمیدادن مثل این که امروز زبان فارسی را در شما در شناسنامه میگن زبان خارجی است و اگر شما این زبان را اگر زبان بگین زبان من است شما را خارجی یا جاسوس ایران میدانن مثلا اگر شما امروز واژه دانشگاه و دانشجو را استفاده کنین شما را جاسوس ایران میدانن خب در حالی که این خنده‌آور است من تا دیروز در مقابل کاربرد کلمه پوهنتون هیچ واکنشی نداشتم با افتخار خود پوهنوال پوهن میگفتم ولی از روزی که چنین چیزهای تحمیل گردیده ببینید که در کشور چی آتشی در جریان است چی آتشی در گرفته است و امروز در پارلمان چیزی جریان داره اینها زمان تحمیل میشه عکس العمل به وجود میاد متاسفانه خب وقتی من از صحبت‌های آقای فولزم این را برداشت کردم که این یک امتیاز است وقتی شما یک هویت دیگر هم میگیرین یعنی علاوه بر این هویت که دارین که به او خیانت هم نمی کنین یک هویت دیگر هم با خود داشته باشین خب مثل از این که بر شما یک چیزی افسوده شده دلیل این که بیاین و به گفته شما فارسی ستیزی کنن تاجیک ستیزی کنن چی میتونه باشه؟ چرا بخواین از خود چیز کم بکنن و این امتیاز را از خود بگیرن یک امتیاز یک تمدن بزرگ را بگیرن از خود چرا؟ سوال خوبی است هم شما میتونین البته از نظر سیاسی کسی که میخواد قدرت خود را قوی تر کنه یک استراتژی است همیشه که تقسیم کنه مردم بینشون که وقتی تقسیم شدن ضعیف‌تر شدند بعضیا اینجوری میخواند یعنی این اتفاق در افغانستان به نفع خود مردم نیست اصلا این تقسیم بندی به نفع مردم نیست چرا شما خیلی خوب گفتید چرا کسی برای خودشو کم کنه به جای اضافه کنه این عجیب است که مردم فکر نکنند که بتونند چیزی بیشتر داشته باشند به جای کمتر نمیدونم کیف است دیدگاه شما چی هست آقای لالزاد جناب حقیقی امروز شما در داخل کشور تشریف دارین شما کاملا شاهدی از این هستین که در انتخابات 2014 چی صورت گرفت در انتخابات 2019 چی صورت گرفت در انتخابات 2014 گوسفندها رأی دادن و در 2019 شما ببینین که چی بلایی به اصطلاح بر سر این انگشت شماری و اون وسایل آلات آوردن اگر چنین فضایی را اشرف غنی ایجاد نمی کرد اگر موضوع تقلب نمی بود اگر موضوع جعل نمی بود اگر موضوع تحمیل نمی بود آیا واقعا اشرف غنی امروز در قدرت می بود دقیقا که نه ببینید با وجود که امروز اشرف غنی در حالت سقوط قرار داره در سر تا سر کشور جنگ جریان داره ولی چرا فارسی ستیزی میکنن چرا زبان فارسی را زبان خارجی اینا اعلام میکنن به خاطر این است که مردم گویا به نحوی از آنها مصروف بسازن مشغول بسازن اینا در کله همدیگر بزنن این چند روزی هم باید در قدرت بوده باشد یگانه هدف کسانی که در قدرت هستن اینمی است که همو موضوع تفرقه بیانداز حکومت کن باید تاجیک و پشتون و ازبک و هزاره در کلی هم دیگر بزنن و این چند تا کسانی که در بالا هستن اینا وقت قدرت خود ادامه بودن در حالی که شما فکر که این تمدن چی کسی از بین برده میتونه و هم در فضای امروزی که مرزها دیگه ارزشی ندارن دنیای اطلاعات دنیای رسانه ها دنیای میدیا فیسبوک
تلویزیون ها و صدها وسیله دیگر تمام مردها را شکستانده. امروز شما در افغانستان تشریف دارین، من در اروپا و جناب فولتز در امریکا. یعنی تمام جهان با همدیگر من حیث یک دهکده با همدیگر پیوسته شده. امروز هزاران نفر صدای من و شما و فولتز میشنوند و میبینند. و دیگر این مرزه ها را کی میتونه بشکنانه؟ این صداها را کی میتونه خاموش بکنه؟ ما دیگر فکر نکنم بجز از اینکه چند نفری بخوان عمری ننگین خود ادامه بدن دیگر از کدام مفاد داشته بوده باشن. تشکر آقای فولز. بیاین دوباره برگردیم به اصل ماجرای کتاب توجیکان و این که شما به دلایل نوشتن از او را بیاد کردین. قبل از شما ریچارد فرای که شما هم در کتاب از او یاد کردین و ضمن کتاب خود به او ادا کردین، به این مسئله علاقه داشت، به تاجیکان علاقه داشت و تلاش کرد که در تاریخ تاجیکان تحقیق و پژوهش بکنه. کار شما چقدر در راستای کار آقای فرای قرار داره و اگر قرار داره در کجاها شما با همدیگر این حرکت ادامه دادین و اگر تفاوت داره در دیدگاه هایتان این تفاوت در کجاها هست؟ اگر کسی گفته باشه که کار من ادامه کار آقای فرای باشد خیلی برای من افتخار می شود. جوری که من خودم تمدن و تاریخ ایرانی میبینم بسیار بسیار شبیه نظر اون است و خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم از دید آقای فرای. نمیدونم اون بود یا کسی دیگه که این اصطلاح آورد به کار greater ایران، ایران بزرگ، ولی این ایده اصلی کار زندگی آقای فرای بود. برای آقای فرای تمدن ایرانی یک چیزی بود که پخش شده در کل دنیا و کارش خیلی خوب نشون میده چقدر واقعیه این ایده و من سعی کردم اضافه کنم به کار اون چون کارش تموم نشده. خودش بعد از بازنشستگی از دانشگاه هاروارد رفت دوشنبه که درس بده در دانشگاه ملی تاجیکستان و آن زمان به من گفت که در نظر داشت یک کتابی راجع به تاریخ تاجیکان بنویسه که نکرد و برای ما حیف شد. ما منتظر این کتاب بودیم که بخونیم. بالاخره فوت کرد متاسفانه و کارش تموم نشده بود و فکر کردم که این کار که خودمون کردیم ممکن بود به افتخار یاد اون باشه. البته تفاوتی هست چون ما از نسل بعدی هستیم و کار علمی پیشرفت کرده، حداقل عوض شده، پس نمیشه گفت که کار من درست شبیه کار ایشونه. بعضی جاها من با ایشون اختلاف فکری داریم ولی الهام اصلی کار من کار ایشون بود. بله، اختلاف شما با آقای فرای در کجاها بیشتر هست؟ جاهای چیز بعضی نکته ها مثلا اون گفت که یک سوالی است که زبان فارسی که و چطور اومد به آسیای مرکزی و از که رایج شده. ایشون میگه که یک توصیف داره، من یک توصیف دیگه داری که میتونیم توی کتاب بخونیم، ولی نمیتونم بگم که حتما حرف من درست است و حرف ایشون
غلط است چون اصلا منابع اجازه نمیدن که ما بتونیم به طور کلی بگیم که حتما اینجوری بود. میتونیم حدس بزنیم و حدس من شاید از آقای فرای بعضی وقتها فرق میکنه و در آینده شاید معلوم میشه که حرف کی درست بود. و شکل نوشتنش فرق میکنه از شکل من. ایشون یک جوری می نویسه که مربوط به زمان خودش بود. من بیشتر به زمان خودم چیز تفاوتی خیلی مهمی نداریم. بله بله. سپاسگزارم. آقای لالزاد، امروز وقتی این کتاب ترجمه میشه در افغانستان، در این فضای ملتهبی که شما یاد کردین، آقای فولز هم یاد کردن، چی تأثیری میتونه داشته باشه؟ چی رو میتونه تغییر بده؟ سوال بسیار مشکل است جناب حقیقی. ببینین در دنیای علمی و دانشمندا کارهایی میکنن که مردم از او استفاده بکنن، مردم چراغ راه مردم شود، چراغ و راهنمای مردم شود، بتانن ذهنیت ها را روشن بکنن، به عوضی که ما در جهل و در تعصب و در امراض گوناگون غرق شویم و ناحق بر سر مفاهیم و مقولاتی که هیچ گونه ارزش علمی نداره با همدیگر اختلاف بکنیم. باید روی مسائل علمی باید بپیچیم، به عوض از اینکه بگوییم مثلا کی مهاجر است، کی اصلی است، کی نادرست است، کی اقلیت است، کی اکثریت است، کی بی فرهنگ است، کی با فرهنگ است، آخری ما رو به کجا می رسانه؟ ما یک بنیاد داریم، او بنیاد علمی و بنیاد عدالت است. در جامعه که علمیت نبوده باشه، در جامعه که عدالت استوار نبوده باشه، سرنوشتی و جامعه خونین است. کاری که روشن فکر میکنن تغییر ذهنیت است، تغییر جهانبینی است، تغییری است که ما باید بنیاد کار خوده، بنیاد برنامه های خوده و موزیگری های خوده باید بر اساس علمی استوار بسازیم، بر اساس شهروندی استوار بسازیم. ببینین ما امروز واقعا شاید از یک جن از نگاه علمی بسیار شاید به موقع و زیبا بوده باشه که ما روی قومیت ها باید فوکس بکنیم یا تمرکز بکنیم، ولی واقعا در سده 21 طرح قومیت از دیدگاه من یک طرح بسیار شرم‌آور است. امروز حقوق شهروندی مطرح است، جامعه شهروندی مطرح است، حقوق بشر مطرح است. امروز در جوامع و کشورهای پیشرفته کس برای قومیت فکر نمیکنه، بر اساس بر بنیادهای دموکراتیک و اصول شهروندی فکر میکنن. یک جامعه عادلانه بر بنیاد اصول شهروندی بنا میشه. یعنی ما باید قومیت ها رو آهسته آهسته در پروسه های پیشرفت باید کنار بگذاریم و هر قوم باید به شهروند تبدیل بکنیم. به واسه که من تاجیک و ازبک و هزاره و پشتون و بلوچم باید شهروند افغانستان شوم، شهروند خراسان شوم، شهروند ایران بزرگ شوم. یا روزی اگر در یک همه پرسی شهروندان افغانستان اگر اینا بپذیرن که نام این کشور افغانستان بوده باشه، ما چرا افتخار نکنیم؟ اگر یک روز در همه پرسی همه باشندگان افغانستان بپذیرن که ما هم افغان هستیم، ما چرا افتخار نکنیم؟ متوجه هستین که سخن سری چی چیزی است؟ یعنی واقعا طرح قومیت ما را جدا می سازد، طرح مذهب ما را جدا می سازد، ولی ما ارزش های مشترک داریم، اصول مشترک داریم. امروز ارزش های شهروندی ما را به همدیگر پیوند می ده. مثلا زبان فارسی را وقتی که ما کنار میگذاریم، زبان فارسی از کدام قوم است؟ مگری از تاجیک هاست؟ مگری از هزاره هاست؟ مگری از پشتون هاست؟ مگر محمود غزنوی او تاجیک بود؟ مگر احمد خان عبدالی تاجیک بود؟ ما ده ها شاعر ارزشمند زبان پشتو را داریم. رحمان بابا و خوشحال خان خطک دیوان اشعار فارسی دارن. مگر اقبال لاهوری تاجیک بود؟ وقتی که یک بیشتر بسیار زیبا آنها فرمودن، وقتی که یک چیزی فرهنگ زیبایی بوده باشه، زبان علمی بوده باشه. من امروز خود از افغانستان با افتخار یاد میکنم، ولی شهروندی بریتانیا را دارم. در اینجا کس از من پرسان نمیده که تو در کجا تولد شدی،
تو تاجیک هستی، ازبک هستی، افغان هستی، به اساس معیارهای علمی، انسانی، اخلاقی با من برخورد صورت میگیره. امروز شما در هر کوچه اروپا که شما گشت و گذار بکن، در یک کوچه شما میبینید که معبد و کلیسا و کنیسا و میخانه و رقصخانه در کنار همدیگر قرار دارن. شما زمانی که در اروپا از یک کشور به کشور دیگه می روین، شما در اونجا پاسپورتی ضرورت ندارین، شما مرزهایی ندارین که شما را چک بکنن، شما با یک لوحه خوش آمدید بدرقه می شوین، در حالی که شما در شهر کابل از کابل به پروان رفته نمی تانین، از کابل به قندهار رفته نمی تانین. امروز در هلمند چی جریان داره؟ چی بلایی بر سر از مردم آمده؟ شما فکر کنین که در 20 سال گذشته چند تریلیون دلار در افغانستان مصرف شده گیست؟ و اگر جناب کرزی احمدزی ها 10% ایز را در جهت رفاه و آسایش مردم مصرف میکردن، در جهت اعمار زیربناهای اقتصادی مصرف میکردن، امروز جامعه ما به کجا میرسید؟ جامعه جرمنی با یک پلان بسیار کوچک توانست که به پای استاد شود. و بسیاری از دوستان ما امروز تبلیغ میکنن که امریکا را فاش و دشنام میتن یا انگلیس ها که اونا ملامت هستن. نه، ما خود ما ملامت هستیم. هیچ امریکایی و بریتانیایی و پاکستانی حاضر نیست که بیا در کشور ما و کشور مجبور نیست، مسئول نیست که بیا برای ما بسازه. برای ما باید رژیم بسازن، برای ما باید دموکراسی بیارن، برای ما باید بند برق و قوای هوایی و قوای زمینی و ارتش جور بکنن. آخر این مفخوری است، این نادرست است، این بار خود را بالای دیگران انداختن است، این برف بام خود را بالای برف دیگران انداختن است. تا زمانی که مردم ما، نسل جوان ما، این گونه با همدیگر متحد نشن، فارسی و پشتو و ازبک و پشتایی را کنار نگذارن، روی ارزش‌های مشترک دموکراتیک معادلانه با همدیگر جور نیان، این کشور و ایران می شود، این کشور تجزیه می شود. تشکر آقای. هدف این کتاب همین است، پیام این کتاب همین است. صرف نظر از اینکه امروز تاجیک کی است، ما تعریفی مشخص از تاجیک نداریم. تاجیک یعنی چی؟ شما به اساس کدام دینی ثابت میکنید که کی تاجیک است؟ در این کشور یونانی های آمده، مغول ها آمده، ترک ها آمده، عرب ها آمده، از شمال و جنوب، ما همه مخلوط هستیم. یک تست ساده دینی از هر کسی نشان میده که شما فیصدی های تمام اقوام هستیم. تشکر این... شما بله آقای لالزاد، به عنوان سوال آخر میخوام از آقای فولز بپرسم که امروز کتاب شما آمده در یک بستر دیگی و مردم افغانستان او رو میخوانن، فارسی زبانان میخوانن، تاجیکان میخوانن، پیام شما برای این خواننده و مخاطب شما چی میتونه باشه؟ جای من نیست که پیام بگم. من برای ما پروژه نوشتن این کتاب یک پروژه تحقیقی بود برای خودم، یعنی اونا شاید پیغام دارن برای من. من دانشجو تمدن تاجیک هستم و جای دانشجو نیست که پیغام بذاره به معلم. بله، تشکر میکنم از ریچارد فولز، مدیر مرکز مطالعات ایران در دانشگاه کنکوردیا در مونترال کانادا، نویسنده کتاب تاجیکان ایرانیان شرقی، و عبدالخالق لالزاد، پژوهشگر تاریخ در لندن، مترجم این کتاب، که در این بحث شرکت کردند. تشکر از شما بینندگان و شنونده های سایت انستیتوت مطالعات استراتژیک و رادیو نوروز که این برنامه را تعقیب کردین و تا این ساعت پیگیری این برنامه بودین. از شما میخواهم به ادامه برنامه های رادیو نوروز گوش بکنین. من از میمانان یک بار دیگر صمیمانه تشکر میکنم. بحث جالبی با هم داشتیم. تشکر از شما.